برای چندمین بار سر چهارراه‌ها می‌دیدمش. یدالله‌ها می‌گویم. بالا قرمزه. قرمزه. چند سالته؟ 67 سالمه. 67 سال. درسم خوندی؟ بله. چی خوندی؟ خود لیسانس گرفتم. لیسانس چی؟ ریاضی. ریاضی؟ بله. خب چند سال داری تکدیگری می‌کنی؟ از سال 51 تا حالا. چند تا ترفند بلدی تا مردم نگاه کنن و پول بدن؟ 15 تا 20 تا. چه شکلی فلج میشه؟ الان نشون بده ببینی. چه شکلی حرف میزنی؟ حال شما خوبه؟ سلامتی؟ اشتی کمک کنه دلیت یه لغنون بخوره تو بونه اشتی کمک کنه شاید دشت دهن نکنه بابا. چقدر کار کردی؟ 45 شما. لباسام چه عوض کردی؟ چکار باید میکردم؟ باید لباسام عوض کرد کسی نشناسه تم دیگه تموم. ماهیانه چقدر درآمد داری؟ یک کشت صد یک هفت صد دو تومن. گدایی اگر ننگه ولی گنجه. گنجه پر تورک چیه؟ چرا؟ منه اینکه راحته. یا الله یا محمد یا علی 500 تومن 5 شومن بهت میده. من 4 تا 5 شومن بهم دادم. اگه نهایتا دنبال این هستین که چه اتفاقی برای پولای شما میفته در کمک کردن به تکدیگران، بیاین ببینین که چه اتفاقی میفته. مشاهده میکنید این پول دود شد رفت هوا. در جامعه شبیه به یدالله زیاد است. در گوشه دیگر از این شهر خبرنگار متکدی هم به دنبال شکار لحظه هایی مثل ماست. میدان آزادی هستیم امروز. روز اول بیشتر از 30,000 تومان در نصف روز درآمد داشتم. امروز میرم ببینم چه میشود کرد. آه کمک نمی کنی؟ خدا خیرت بده مریضم. دست در نکنه. خدا خیلیت بده. خدا خیلیت بده. دست در نکنه. مثلا باشیم. ببینیم من کمتر از شما زمان دارین. من کمتر از 20 دقیقه دیگه. درسته؟ کی میتونه در 20 دقیقه زمان، یعنی در واقع کی همچین درآمدی رو داره در 20 دقیقه زمان بدون صرف انرژی زیادی؟ عملا من 10 تومن 9 تومن کاسبی کردم. اون چه که بارز و در واقع مشهود هستش اینه که مردم متاسفانه با دیدن یک لباس مندرس، یک قیافه به هم ریخته و ژولیده، خیلی راحت به متکدیان کمک میکنن. اتفاقی که هر روز داره در سطح شهر ما میفته. متکدیانی که جمع‌آوری میشه مجددا شاید به 24 ساعت هم نرسه. باز دوباره همون متکدی سر چهارراه. چرا چه اتفاقی میفته این مثلا؟ این به این دلیل هست که خدماتی که انجام میشه